شاید ندونید، اما تو کار ما به محض اینکه چشمتون رو باز میکنید، باید پیدا کردن جهت بازار یا همون اولویت بندی نقدینگی ها نسبت به همه کارهای دیگه براتون در اولویت قرار داشته باشه، وگرنه طبقات غیر قابل جبرانی خواهد داشت. توی این ویدیو قرار در مورد یکی از مهمترین اتفاقات دو هفته گذشته صحبت که تقریبا همه اتفاقات بعد از اون در دو هفته اخیر تحت تاثیر اون اتفاق رقم. ماجرا از جای شروع شد که من دوشنبه هفته پیش قبل از شروع حرکت نزولی اعلام کردم من فکر میکنم دوشنبه بدون گرفتن سقف جمعه شروع به ریزش میکنم. اما چرا؟ خب من امیر محمدی پور هستم و ازتون دعوت میکنم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون این ویدیو جدا از قسمت لایف تریدش کلی نکته داره که هر روز میتونید در محاسباتتون ازشون استفاده کنید. خب اومدیم روی نمودار یورو یو اس دی که در مورد یکی از مهمترین روزهای هفته گذشته صحبت کنیم. توی این ویدیو قرار در مورد روز دوشنبه صحبت کنیم و دلایل معامله که انجام داد. این کارو از سه جنبه مختلف انجام میدیم. اولین جنبه ای که قرار بررسی بشه بایس دیلی یا جهتگیری روزانه است. ببینید دوستان، ما میخوایم در مورد بایس در واقع 31 جولای دوشنبه صحبت کنیم. میخوایم ببینیم قرار بوده بایسمون نزولی باشه یا صعودی. چیزی که تا الان اتفاق افتاده بود این بود که ما با رسیدن به این افیجی اینجا شروع به نزول کردیم. وقتی که به این ناحیه رسیدیم و البته تو ویدیوهای دیگه من در مورد این توضیح دادم که احتمال ورود به لگ اصلاحی زیاده و واقعیت اینه که این اتفاق هم افتاد، پس ما انتظار داشتیم که در واقع حداقل برسیم به یکی از نقدینگی‌های زیر این 50% که اولیش میشد اینجا. یعنی ما انتظار داشتیم که این حرکت به سمت پایین ادامه پیدا کنه و از اینجا مثلا اگر قرار باشه نزول داشته باشیم ممکنه هم هیچ وقت این شرایط مهیا نشه و این حرکت به سمت پایین ادامه پیدا کنه. من کاری به این مسئله ندارم، اینو وقتی رسیدیم به اینجا در موردش صحبت میکنیم. الان داریم در مورد این دوشنبه 31 جولای صحبت میکنیم. میخوایم ببینیم اینجا ما باید بایسمون نزولی در واقع توی محاسباتمون در نظر می گرفتیم یا صعودی. ما وقتی وارد لگ اصلاحی شدیم، مادامی که این اتفاق با در واقع اینگالف شدن این دوتا کندل اینجا دیگه تقریبا محرز بود و هنوز هم نرسیدیم به یه نقدینگی زیر 50% و البته که این افیجی اینجا هم داشتیم که داشت به همون چشمک می زد، پس دوشنبه ما انتظار نزول داشتیم، به خصوص اینکه این کف اینجا رو میبینید، این کندل در واقع 10 جولای 2023، این کندل کفش اگر من روش نگه دارم کفش رو میتونید بخونید اون بالا 94.33 هست. کف این کندلی که خیلی نزدیک شده به این افیجی در واقع 94.34 هست، یعنی این کندل به این افیجی نرسیده. پس این افیجی و این نقدینگی میتونست انگیزه ادامه نزول باشه مادامی که ما هنوز در واقع هیچ نقدینگی رو از پایین 50%مون نگرفتیم. پس تا اینجا باید در واقع قانع شده باشید که این دوشنبه ما قرار بوده که بایسش نزولی باشه. وقتی میگیم بایس نزولیه یعنی احتمالا ما انتظار یک کندل نزولی رو داریم، یعنی یک کندلی که در واقع منفی بسته بشه. البته نه اینکه لزوماً این اتفاق بیفته، ولی ما انتظار همچین چیزی رو داریم مادامی که ممکنه ما یه اکسپنشن نزولی داشته باشیم و کامل اون اکسپنشن رو ریتریس کنیم و در واقع یه کانسالیدیشن داشته باشیم مثل خیلی از روزهای دیگه. مهم اینه که یه اکسپنشن نزولی رو ما تو روزایی که بایسمون نزولیه ببینیم. پس تا اینجا ما یه بایس دیلی نزولی داریم یا در واقع جهتگیری روزانه نزولی داریم. و این معنیش چیه؟ معنیش اینه که انتظار یه اکسپنشن روزانه نزولی رو داریم. فاکتور بعدی که قرار بررسی بشه در واقع ساختار یا استراکچر بازاره. خب برای این کار باید برم روی تایم فریم 1 ساعته و بعدم تایم فریم 15 دقیقه تا بتونیم این مسئله رو بررسی کنیم.
خب اومدیم روی تایم فریم یک ساعته، آخرین استراکچر یک ساعتمون به سمت پایین اینجا شکسته شد از نظر من. در واقع این سقفشه که من با قرمز نشون میدم استراکچر یک ساعته و اینم کفشه. استراکچر یک ساعته و 15 دقیقه‌ای آخرمون، یعنی اینجا و اینجا، در واقع روی هم منطبق شده بود. اینجا سقف استراکچر بعدیمونه، اینجا هم کف استراکچر بعدیمونه که ما هنوز اینو نداریم. ما الان اینجا هستیم توی دوشنبه 31 جولای. اینجا که هستیم ما باید استراکچر یک ساعتمونو از سقفش تا کفش، چون در واقع اینجا ما وارد لگ اصلاحیمون شده بود. وقتی وارد لگ اصلاحی شدیم انتظار داشتیم تا 50% حداقل بالا بریم، به یه نقدینگی رو از بالا بگیریم یا به یه افیجی برسیم یا یه نقدینگی رو توی تایم فریم پایین تر بگیریم که این اتفاق اینجا افتاده و یه نقدینگی رو توی تایم پایین تر گرفتیم و ادامه نزول داشتیم. اما مسئله این بود که به 50% رسیده بودیم. پس استراکچر ما سقفش اینجا بود، کفش اینجا بود. یک ساعت استراکچر یک ساعت، دارم در مورد استراکچر یک ساعت صحبت میکنم. سقفش اینجا بود، کفش اینجا بود، به 50% رسیده بود و این چیزیه که ما تا دوشنبه میتونستیم روی نمودار ببینیم. حالا میخوام برم تایم فریم 15 دقیقه در مورد ساختار 15 دقیقه صحبت کنم. خب اتفاقی که روی 15 دقیقه افتاد هم در واقع یه ساختار داشتیم اینجا که من همینو آبی رنگش میکنم. سقفش اینجا بود، کفش اینجا بود، اینجا وارد لگ اصلاحی شده بود و این چیزی بود که ما میتونستیم در مورد استراکچر 15 دقیقه بگیم. پس سقف استراکچر اینجا، کفش اینجا، 50%، بالای 50% میتونست این افیجی رو داشته باشه. این مسلماً واکنش به یه نقدینگی توی تایم فریم 5 دقیقه یا این افیجی، یعنی این قسمت در واقع بالای افیجی که بالای این 50% منظورمه، واکنش به این ناحیه بوده که توی 5 دقیقه و 1 دقیقه میشه بهتر بررسیش کنیم. اما مسئله ای که هست اینه که ما یه واکنش اینجا داشتیم، پس این یه لگ اصلاحی بوده. لگ اصلاحی ما در واقع ما اینجا اینو لگ اصلاحی میدونستیم. یه لگ داخلی داشتیم که این لگ داخلی ما، اجازه بدید من اینجوری نشونش بدم، اینو یه لگ داخلی میتونستیم بگیریم که حالا میتونست وارد لگ در واقع اصلاحی بشه، بعدم ادامه صعود داشته باشه، بعدم نزول. اما چیزی که هست استراکچر 15 دقیقه ما در واقع این سقفش بوده، این کفش بوده، اینجا وارد لگ اصلاحی شدیم و این چیزیه که باید در موردش بدونیم. مادامی که به بالای 50% این استراکچر 1 ساعت و 15 دقیقه رسیدیم و واکنشی هم که گرفتیم در واقع تشکیل این ناحیه بوده، یعنی از اینجا، چون ما میخواییم در مورد بعد از آسیا صحبت کنیم توی روز دوشنبه، از اینجا تا اینجا شکل گرفته موقعی که ما میخواییم اقدام کنیم به معامله کردن توی تایم لندن یا نیویورک روز دوشنبه. پس ما این لگو داشتیم. حالا موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم، اجازه بدین من اینو پاک کنم. موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که ما اینجا هنوز وارد لگ اصلاحی نشدیم، چون هیچ نقدینگی رو نگرفتیم، وارد لگ اصلاحی هم نشدیم. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که ما در واقع باید بدونیم که حتی اگر نخواهیم برسیم به این نقدینگی اینجا و ادامه حرکت اصلاحیمون رو داشته باشیم، باید یه نقدینگی بگیریم، یه نقدینگی مهم بگیریم و ادامه صعود رو ببینیم. اما مسئله ای که هست آیا ما نقدینگی مهمی گرفتیم اینجا؟ خب همه اینا رو گفتیم. سوال مهم توی روز دوشنبه این بود که آیا ما میتونیم این حرکت اینجا رو، ورود به لگ اصلاحی
بدونیم یا ندونیم. اگر میخواستیم این حرکت رو، چون سرنوشت دوشنبه رو این مسئله مشخص میکرد دیگه، که این حرکت اینجا ورود به لگ، بذاری من دوباره علامتش بزنم، این حرکت اینجا ورود به لگ اصلاحی هست یا نیست. برای من این حرکت ورود به لگ اصلاحی بود. ببینید ممکنه ما نقدینگی نگرفته بشیم، اما مسئله ای که بود این بود که ما آرادی یه چیزی حدود، اجازه بدین، یه چیزی حدود 40% ریتریسمنت داشتیم. 40% این لگو ما ریتریس کردیم به سمت، و همین موضوع با توجه به تایمی که گذشته بود در واقع باعث می شد من ورود به لگ اصلاحی رو ولید بدونم. سومین جنبه‌ای که باید بهش بپردازیم پروفایل روزانه و هفتگیمون بود. اینجای ماجرا باید برم در مورد توییت روز دوشنبه قبل از شروع بازار لندن، یعنی تو تایم در واقع فکر میکنم آسیا بودیم، یعنی هنوز فرانکفورت هم شروع نشده بود که من فکر میکنم ساعت 6 و 7 صبح خودمون بود. من تو اون تایم اومدم یه توییت زدم و همه نقدینگی های مهم رو مشخص کردم. ببینید من اون موقع در مورد یه کانسالیدیشن صحبت کردم، توی اون توییتم بهش اشاره کردم، ضمن اینکه هفته اول در واقع آگست هم بود و منطقی بود که ما انتظار کانسالیدیشن رو داشته باشیم. حالا اگه قرار بود کانسالیدیشن داشته باشیم، من دوست داشتم که این حرکت اصلاحی ما یه نفوذ سنگین به سمت پایین داشته باشه، که در واقع کانسالیدیشنی که میخواستم و در واقع بسازم. چون از نظر من همین که این حرکت به سمت بالا و بعدم یه حرکت به سمت پایین شکل میگرفت، کانسالیدیشن مورد انتظارم شکل گرفته بود. به خاطر همینم انتظار من توی کل روز دوشنبه نزول بود. ببینید ما باعث نزولی داشتیم، خب اینجا رو یه دونه لگ اصلاحی در نظر گرفته بودم توی ساختار، یعنی از نظر ساختار من ادامه یه حرکت به سمت پایین رو انتظار داشتم. از نظر باعث دیلیمون، باعثمون نزولی بود، و الان هم که داریم در مورد پروفایلمون صحبت میکنیم، مادامی که انتظار کانسالیدیشن داشتیم باید انتظار یه حرکت رو به پایین رو میداشتیم. پس حرکت نزولی روز دوشنبه از سه جنبه مختلف برای ما باید مورد انتظار می بود. حالا که قراره انتظار حرکت نزولی رو داشته باشیم تو روز دوشنبه، چه موقع میتونستیم این انتظار رو داشته باشیم؟ ببینید اگر ما میخواستیم اینو یه لگ اصلاحی، یه لگ داخلی در واقع اصلاحی در نظر بگیریم، پس میتونستیم از نظر ساختار با گرفته شدن این سقف آسیا و این نقدینگی های اینجا نزول داشته باشیم دیگه، و این نزول رو حداقل تا کف اینجا و البته تا این کف در واقع اینجا که این نقدینگی های برابر اینجا شکل گرفته بود ادامه دار میدیدیم، یعنی در واقع انتظار ادامه تا این ناحیه رو میداشتیم. پس من اینجا وارد یه معامله نزولی شدم، توی گروه هم اعلامش کردم و اسکرین‌شاتی که الان هم میبینید در واقع شاهد همین موضوع هست که من اینجا یه دونه ورود داشتم، اعلامش هم کردم، و البته که این ورود من اومد تا اینجا برگشت و فری زد، و همون موقع که فری هم خوردم بازم اعلام کردم، گفتم که هفتمون متاسفانه با معامله در واقع یر به یر شروع کرد. بعد از اون اما نقدینگی هایی که با رسیدن بهش میتونستیم انتظار نزولی شدن قیمت رو در واقع داشته باشیم، بولدش کنم، مشکیش کنم، یکیش اینجا بود، چون اینجا رو هم که یکی دیگه اینجا بود، نقدینگیه آخرم. پس ما در صورتی که واکنش میتونستیم داشته باشیم به این ناحیه، این نقدینگی یا این ناحیه، میتونستیم انتظار نزول رو داشته باشیم. اما مسئله ای که بود پروفایل ما چه پروفایلی بود؟
یعنی ما الان یه آسیا داشتیم که اینجا شکل گرفته بود، یه دونه لندن داشتیم که رسیده بود به اینجا، بعدم نشون داد که این حرکت فیک بوده و یه حرکت با مومنتوم زیاد اومد اینجا شکل داد. خیلی واضح یه نقدینگی از آسیا اینجا برای ما جا گذاشت و حتی اومد یه دونه نقدینگی دیگه هم اینجا ساخت و دوباره هم یه دونه نقدینگی دیگه اینجا ساخت و بدون اینکه هیچ کدوم از اینا رو بگیره به سمت بالا حرکت کرد. اتفاقی که می افتاد این بود که اینجا ما باید حدس می زدیم پروفایل روزانمون قراره که اینجوری شکل بگیره که لندن و نیویورک ادامه در واقع آسیا را داشته باشن. اینجا ما باید متوجه می شدیم که احتمالاً نیویورک میخواد لندن رو ادامه بده. وقتی که ساعت 8 و نیم اومد این حرکت منیپولیشن رو انجام داد، دیگه ساعت 9 و نیم هم انتظار صعود رو باید میداشتیم. توی روزایی که اینجوریه تمایل من به ورود برای ریورسال، ببین ریورسال منظورم ریورسال جمعه نیستا، برای ریورسال روزانه، برای ریورسال روزانه اینه که ساعت 10 تا 11 دنبال این ریورسال بگردم که الان علامتش زده. اما مبارکتر از این موضوع این بود که ما در واقع بین ساعت 10 تا 11 یه واکنش به این نقدینگی آخر رو اینجا شاهد بودیم. پس ما میتونستیم توی ناحیه یه در واقع بین ساعت 10 تا 11، یعنی این ناحیه، دنبال نزول باشیم. پس تا اینجای کار میدونستیم باید تو این ناحیه دنبال نزول باشیم. ببینید من دوست نداشتم سقف جمعه گرفته بشه، چون اونجوری لاجرم باید این ناحیه از اینجا، ببینید اینجایی که علامت میزنم، از اینجا تا اینجا، خب این ناحیه رو در واقع من یه دونه در واقع کانسالیدیشن میدونستم و دوشنبه در واقع میرفت این کانسالیدیشن، اگر سقف جمعه رو میگرفت این کانسالیدیشن رو منیپولیت میکرد و بعد اکسپنشنمون به سمت پایین شکل میگرفت. اما مسئله این بود که من قبل از شروع هفته در مورد کانسالیدیشن بودن هفته صحبت کرده بودم. وقتی که ما انتظار کانسالیدیشن داریم، اکسپنشن هفته تو چه روزی باید شکل بگیره؟ بارها بارها در موردش صحبت کردم. ما انتظار اکسپنشن هفته رو توی روز پنجشنبه جمعه داریم دیگه. این مسئله رو من بارها هم توی انلایتنمنت، هم توی مارکت ریویو، هم توی لایف تریدا در موردش صحبت کردم، یه عالمه هم مثال زدم. پس این بزرگترین دلیلی بود که من انتظار نداشتم سقف جمعه گرفته بشه. حالا اجازه بدین من اینو پاک کنم، اینا رو هم پاک کنم. خب اومدیم روی تایم فریم 1 دقیقه و در واقع میخوام در مورد این صحبت کنم که ورودمون بر چه اساسی صورت گرفت. ببینید ما اینجا یه حرکت داشتیم، یه نقدینگی رو اینجا گرفتیم، بعد یه شیفت داشتیم با برگشتش به این افیجی و در واقع این واکنش روی این کندل دوم میتونستیم ورود بزنید. هرچند من خودم شخصا ورودم اکسیکیشن رو فعال کنم، ورود اولم اینجا بود روی لول 10378 10378 پوینتر اینجاست، روی این لول من ورود اولم بود. ورود دومم در واقع اینجا بود روی این لول، چون من مطمئن بودم که این سقف گرفته نمیشه. هرچی که رفتیم بالا با رسیدن به این در واقع FVG من یه ورود دیگه داشتم. و اتفاقی هم که افتاد این بود که من، ببینید تارگت اصلیم اینجا بود دیگه، من زیر سشن در واقع نیویورک روز جمعه تارگتم بود، خب که البته خب رسید بهش، در واقع اول آسیا توی روز سه‌شنبه بهش رسیدیم. و اما چون که من در واقع بارها و بارها در مورد این صحبت کردم که من هیچ علاقه‌ای به بازنگه داشتن معاملم تو تایم لانچ و بعد از اون ندارم وقتی دارم روی فارکس معامله میکنم، اینجا دیگه اعلام کردم که چون به لانچ نزدیکیم در واقع اینجا رو میبندم. بعدم تارگت اصلی رو مشخص کرده بودم، اینجا معاملم رو
یه دونه پارشال کردم و اینجا هم یه پارشال دیگه بود. یه چیز حدود 29 پیپ بهم داد، 6 تا ریوارد بیشتر نداد. اگه میومد تا این پایین یه چیز حدود 10-12 تا ریوارد میشد، یعنی اگه تا پایین نگه میداشتم که اصلا مهمم نبود. مسئله این بود که ما باید میفهمیدیم سقف جمعه نباید گرفته بشه و بر همین اساس میتونستیم این معامله رو پیش بینی کنیم. اینجا هم نوشتم روی ویدیو لایف ترید، میتونید در واقع رو دور کند ببینیدش. من نمیتونم رو دور کند پلیش کنم چون ممکنه ویدیو مثلا 3 ساعت بشه، چون از اینجا که من معاملمو باز کردم تا اینجا که بستم یه چیز حدود الان 2 ساعت، توضیحات خودم هم نیم ساعت بهش اضافه میکنه، نمیتونم یه ویدیو رو 2 ساعت و نیمه در نظر بگیرم. به خاطر همین مجبورم رو دور کند بذارمش، ببخشید رو دور تند بذارمش. اما شما رو دور کند ببینیدش، جاهایی که مخصوصا قسمت ورودش و قسمت خروجش رو سرعت ویدیو رو کم کنید که دقیقاً بدونید داره چه اتفاقی میفته. ببینید این کف نیویورک وقتی میرسیم بهش همچین چیزی شکل میگیره. اینکه فرصت دوباره ورود کجا بود خودتون میتونید توی مسیر پیداش کنید، اینا رو لگای داخلی رو علامت بزنید، ورود بهشون رو در نظر بگیرید و اینجا رو میبینید، اینجا من علامت زدم، این در واقع کف و سقف این لگی که شکل گرفته بود. بالای این 50% یه همچین واکنش خیلی قشنگی دیدیم. همینجا روی کندل اول منفی، دومی نه سومی دیگه میتونستید بگیرید دیگه، از همینجا هم میتونستید ریسک به ریوارد خوبی داشته باشید. از روی کندل سوم منفی هم که میگرفتینش میتونستید مثلا یه همچین ریسک به ریواردی رو 3.5 3.8 اینجا میشه برای من 4.3 تا کف همین نیویورک 3 تا ریوارد، تا کف آسیا 4.8 ریوارد. خب دار تارگت اصلی نزدیک 7 تا ریوارد، یعنی اینجا هم اگر جا میموندین اینجا میتونستین یه ورود خیلی خوب داشته باشید. به هر حال این معامله ای بود که توی روز دوشنبه خیلی هم بحث برانگیز شد، چون همه داشتن در مورد این صحبت میکردن که میگفتن چرا شما میگین جمعه نباید گرفته بشه. من به 3 دلیل مختلف از 3 دیدگاه مختلفی مسئله رو بررسی کردم و بهتون توضیح دادم که چرا من فکر میکردم سقف جمعه گرفته نباید بشه. ببینید من تا روزی که NFP اتفاق افتاد هم انتظارم این بود که زمانی که NFP اتفاق میفته بیایم سقف جمعه رو بگیریم، منتها خب نرسید به این، ولی خب نزدیک شد بهش. به هر حال ما تو تایم لانچ در واقع روزی که NFP یعنی روز جمعه اتفاق افتاد میبستیم هم چیزی حدود بین 10 تا 15 بستگی به ورودتون داشت. که در مورد NFP هم یه پست مفصل گذاشتم، صحبت کردم، از صبحش پیشبینیش کردیم. فکر میکنم توی 6-7 ماه اخیر حداقل 4 یا 5 تا NFP رو دقیقا پیشبینی کردیم و این نشون میده که حتی NFP هم غیر قابل پیشبینی نیست. منتها این که ما چقدر درست عمل کنیم، ببینید من خودم ورودمو بهتون نشون دادم دیگه، من خودم در واقع خارج شدم از معامله، یعنی اومد با اسپرد معامله منو بست و همون اتفاقی که مورد انتظارمون بود و چند روز داشتیم در مورد صحبت میکردیم افتاد. NFP سخت‌ترین ایونتیه که میشه پیش بینیش کرد. مادامی که میبینید NFP رو میشه پیش بینی کرد، مادامی که میبینید با یه همچین دقتی، ببینید ما 1.6 پیپ با سقف جمعه فاصله داشتیم، اما وقتی نباید گرفته بشه نباید گرفته بشه. این اینجوری نیست که الان روی مثلا FXCM ببینید گرفته نشده، روی forex.com، روی نمیدونم آندا، روی هر سرور معتبر دیگه ای هم سقف جمعه گرفته نشده و نباید هم گرفته میشد. یه سری چیزا هست میشه روش حساب کرد، یه سری چیزا هست نمیشه. اونایی که باید بر اساس پاسیبیلیتی ها یا احتمالات در نظر بگیرید باید دستبندی بشه. اونایی هم که فکته مثل گرفته نشدن جمعه، ببینید دوستاتون در مورد این صحبت کردن که وقتی اینجا این سقف لندن گرفته شد گفتن که دیگه الان باید بریم سقف جمعه رو بگیریم. من همون موقع گفتم من فکر نمی کنم سقف جمعه رو بگیریم، چون نمیتونستم بگم 100% نمیگیریم، به خاطر اینکه میدونستم یه عده میان معامله میزنن، مثلا میان اینجا معامله میزنن میگن شما گفتین سقف جمعه گرفته نمیشه. درستم میگفتن، من گفتم سقف جمعه گرفته نمیشه، ولی منظورم اینجا نبوده. من وقتی میگم سقف جمعه گرفته نمیشه میدونم باید کجا معامله بزنم،
اما نمیتونم به این فکر کنم که شما هم دقیقا مثل من فکر میکنید. شما میان اینجا وارد میشین، میان اینجا با 8.5 وارد میشین، بعدم میگین خب دیگه 8.5 دیگه، منیپولیشنش هم انجام داده، اینجا دیگه بعد شیفتم کرده، ساعت مثلا 8:55 دقیقه، چرا با نباید وارد میشدیم؟ من میدونستم چرا نباید وارد میشدیم، اما آیا شما همتون میدونستید؟ نه. پس من نمیتونم به شما بگم دقیقا چه اتفاقی با اطمینان میتونم بگم میفته یا نمیفته. من نظرمو میگم، ولی اون احتمال اتفاق نیفتادن اونم میذارم، به خاطر اینکه نمیخوام کسی خدای نکرده به واسطه حرف من ضرر کنه. اینجا خب اتفاقی که من گفتم افتاد، خب اونایی که در واقع اینجا معامله زدن سود کردن، ولی هر کس دیگه ای زودتر معامله میزد ضرر میکرد و من نمیتونم مسئولیت همچین چیزی رو قبول کنم. من نظر خودم رو گفتم، مخصوصا همون موقع هم اشاره کردم، گفتم یه دونه کف دیگه هم توی این لندن ثبت شد دیگه، الان کف لندن کف جذابی. آخر سرم ببینید این کف لندن دقیقا همون جایی بود که من باهاش خروج زدم، یه دونه اینجا زدم، اینم دقیقا وقتی اومدیم زیر کف لندن که میانگینش همین کف لندن میشه، همون چیزی که من اشاره کردم بهش و گفتم کف لندن الان دیگه خیلی جذاب شده. خب دیگه نمیخوام بیشتر از این ویدیو طولانی بشه. لایف ترید رو توی قسمت بعدی میتونید دقیق هم ورود و هم خروج رو بررسی کنید، ببینید و استفاده کنید ازش. امیدوارم مطالبی که عنوان کردم مفید واقع بشه. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.